با سلام به بینندگان عزیز برنامه پرونده. در ماه‌های اخیر شمار زیادی از خانواده‌های مجاهدین اشرف به جرم یک تماس یا یک دیدار با فرزندانشون در اشرف دستگیر و در شکنجهگاه اوین محبوس شدند. شاید بگید اینکه خبر جدیدی نیست. مگه از رژیم آخوندی چیزی جز این انتظار میره؟ رژیم هرگز حتی یک تماس با مجاهدین رو برای خانواده تحمل نکرده و نمیتونه تحمل کنه و کمترین ظرفیتی برای چنین کاری نداره. حق با شماست. خانواده هایی به تازگی دستگیر شدن. اما این رفتار رژیم امر تازه ای نیست. اون چه که باعث شده این شماره از برنامه پرونده رو به بررسی این خبرها اختصاص بدیم اینه که رژیمی که خودش خانواده ها رو به خاطر یک دیدار یا یک تماس دستگیر، شکنجه و زندانی کرده، مدعی اینه که مجاهدین اجازه دیدار و ارتباط با همین خانواده ها رو نمیدن. یعنی در ادامه شکنجه های فیزیکی و روانی مربوط به خانواده های مجاهدین، اشک تمساح ریختن برای قربانیان به خاطر نداشتن امکان ارتباط با فرزندانشون که تحملش بسیار سخته و خودش یکی از شکنجه های روانی برای خانواده ها و فرزندان اونها در اشرف به حساب میاد. وزارت اطلاعات پدرم علی صارمی رو در نیمه شهریور امسال دوباره دستگیر کرد. البته هنوز چند ماهی از آزادیش نگذشته بود که به دلیل برقراری ارتباط تلفنیش با من که در اشرفم، اون رو دوباره وحشیانه ریختن و دستگیر کردن. در شهریور ما بود که با خبر شدم رژیم دجال و صفاک آخوندی به طرز وحشیانه به منزل برادرم محمد علی منصوری حمله کردن و اونو با زور و ضرب و شتم با خودشون بردن که جرم اصلی اون داشتن ارتباط با خانوادهش در اشرف بود. مدت پیش خبردار شدن که ماموران وزارت اطلاعات دخترم معصومه منصوری که همراه برادرش بود در روز سوم آبان دستگیر کردند. اینا برای اطلاع بر وضعیت پدرشون که به جرم تماس با خانوادهش در اشرف دستگیر شده بود رفته بودند. روز چهارم مهر ماه امسال خانواده‌ام، یعنی پدرم، مادرم و پسرم، به جرم شرکت در مراسم سالگرد شهدای قتل عام شده سال 67 در گلزار خاوران دستگیر شدند. ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که خانواده‌مو به دلیل حضور من در شهر اشرف دستگیر کرده. اون چرا که ملاحظه کردید نمونه ای از بسیاره. قبل از اینکه به بررسی بیشتر این شهادت‌ها بپردازیم، برای ورود به بحث اولین سوال خودمون رو با خانم گیتا احمدخان بگی که با این دعاوی و روش‌های آخوندی آشنایی دارن مطرح کردیم. سوال اولمون این بود که چرا رژیم در قبال مجاهدین اشرف دست به چنین اقدامات عجیب و غریب و در این حال وقیحانه ای میزنه؟ سابقه این روش و رفتار از زمان خمینی جلاد گذاشته شده و سردمداران جنایتکار رژیم میراثداران اون روش‌های ضد انسانی هستند. در سال‌های بعد از 30 خرداد 60 نمونه‌های بسیاری داشتیم که فرزند رو به جای پدر و مادر و پدر و مادر رو به جای فرزند دستگیر کرده و زیر شدیدترین شکنجه‌ها برده و حتی به همین جرم به شهادت رسوندن. 5 مرداد 86 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعی خبر داد رژیم ضد بشری آخوندی در یک اقدام سرکوبگرانه شمار بسیار زیادی از کسانی را که برای دیدار با فرزندان، اقوام و اعضای خانوادهشان به شهر اشرف در عراق رفته بودند دستگیر و زندانی کرده است. در میان دستگیر شدگان مادران و پدران سالخورده و نوجوانان زیر 18 سال نیز به چشم می‌خورند. دستگیر شدگان به شدت مورد اهانت و ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و بیشتر آنها از ملاقات با اعضای خانوادهشان محروم هستند. چهارم مهر 86
سازمان مجاهدین خلق ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد رژیم ضد بشری آخوندی شماری از اعضای خانواده های زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 1367 و شماری از فعالان حقوق بشر را به خاطر شرکت در مراسم سالگرد این قتل عام دستگیر کرده است. دستگیر شدگان به بند 209 ابین که تحت کنترل وزارت اطلاعات می باشد منتقل شده و تحت شکنجه قرار دارند. نشیمان در صدد وادار کردن دستگیر شدگان به اعترافهای دروغین و ترتیب دادن شوهای تلویزیونی می باشند. من از طریق خانواده‌مون با خبر شدم که پدرم رو تحت فشار قرار دادن و اون رو شکنجه کردن به خاطر اینکه از اون بر علیه اشرفیان و مجاهدین مصاحبه بگیرن. حتی این تو شرایطی که دفعه قبل که پدرم رو گرفتن اون رو انقدر شکنجه کردن و زیر فشار قرار دادن که اون سکته کرد و حتی دچار دیسک کمر شد. 14 آبان ماه 86 سازمان مجاهدین خلق ایران طی اطلاعیه‌ای ارگان‌های بین‌المللی به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد را به اقدام فوری علیه دستگیری اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی توسط آخوندها فراخواند. عصر روز شنبه 12 آبان مزدوران وزارت اطلاعات آخوندی با یورش به منزل یکی از خانواده‌های مجاهدین خلق خانم مهین سارمی را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. در یک اقدام مشابه روز پنجشنبه 3 آبان نیز خانم معصومه منصوری که به همراه برادرش برای تحویل‌گیری وسایل ضبط شده از منزلشان در هنگام دستگیری پدرشان در تاریخ 11 شهریور به دادستانی ضد انقلاب فراخوانده شده بودند توسط مأمورین دادستانی در خیابان معلم به زور ربوده شده و به بند 209 ابین منتقل گردید. بعد از اینکه دخترم رو دستگیر کردن اونو به بند 209 زندان اوین بردن و همونجا پسرم رو تهدید کردن که اگه موضوع دستگیری معصومه علنی بشه او و همسرش رو هم دستگیر میکنن. دخترم دانشجوی پلی‌تکنیک در رشته کامپیوتر بود که وقتی دانشجویان از نوه دستگیریش مطلع شدن دست به تحصن زدن و خواستار آزادی او شدن. مدت هاست که خانواده من تحت نظر و تعقیب هستن، از جمله برادرم که وزارت اطلاعات این همه تحت کنترل گرفتن رو فقط به علت داشتن ارتباط با اشرف اعلان کرده و در واقع اون رو به این جور متهم کرده که چند روز قبل از آخرین دستگیری برادرم به منزل برادرم میرن و وسایل اون رو مورد بازرسی قرار میدن، اما پس از چند روز ظاهراً به علت شرکت در مراسم یادبود شهدای قتل عام سال 67 که توسط همین سردمداران رژیم اعدام شدن اونو دستگیر میکنن و اونو به همراه وسایل شخصی خودش مثل کامپیوتر، موبایل، اسناد بانکی و ملکی با خودشون میبرن که قبل از اینکه از منزل برادرم خارج بشن دختر برادرمو تهدید میکنن به اینکه اگه در این رابطه با کسی حرف بزنی و یا کاری کنی تو رو هم به بند 209 زندان مخوف اوین میبریم و اونجا مورد فشار و شکنجه قرار میدیم. یعنی همون جاییه که برادرمو برای شکنجه و بازجویی بردن. وزارت بدنام اطلاعات به محل کار پدرم رفته و پدرمو دستگیر کرد و به خونه منتقل کرد و خونمون رو مورد بازرسی قرار داد و در اونجا یه سری از دارایی‌های پدرم از جمله آلبوم عکس شخصی و کامپیوتر لپتاپ و یک سری از وسایل دیگر رو توقیف کردن و پدر و مادرم رو به زندان اوین منتقل کردن. روز 18 شهریور بودش که به محل کار پسرمم فرشید ریختن و پسرمم هم به خونه‌شون بردن و یک سری از خونه‌شون رو کاملا بازرسی کردند و دارایی‌هاش رو توقیف کردند و اونم به زندان اوین منتقل کردند. از خانم گیتا احمدخان بیگی پرسیدیم که چرا رژیم آخوندی تا این حد نسبت به یک تماس یا یک دیدار خانواده ها با فرزندانشون حساس و نگرانه که دست به این اقدامات میزنه، اقداماتی که با تبلیغات و دعاوی خودش هم متناقضه.
همونطور که میدونین رژیم آخوندی که به مجاهدین اشرف دسترسی نداره، برای فشار روی مجاهدین فشار رو روی خانواده های اونها وارد میکنه. این روش کثیف آخوندیه که در هر موردی وقتی دستش به قربانی اصلی مورد نظرش نمیرسه، با قساوت بیمانند، بیدریق و بدون کمترین حد و مرز و پرنسیب و عرف و اخلاقیات، خانواده و نزدیکان اون رو هدف دستگیری، شکنجه و فشار قرار میده تا به سوژه مورد نظر خودش دست پیدا کنه یا حداقل از اون انتقام بگیره. دلیل دیگه یه دستگیری و شکنجه افرادی که به اشرف میرن یا با فرزندانشون در ارتباط هستن اینه که رژیم آخوندی میخواد به جوانهایی که به سمت مجاهدین میرن پیام بده که همین سرنوشت در انتظار خانواده های شما هم خواهد بود. البته بگذاریم که از این کار تا حالا نتیجه ای نگرفته و نخواهد هم گرفت، ولی به هر حال یکی از اهدافش همینه. چرا؟ چون اضافه شدن به هر تمایلی به سمت مجاهدین، یعنی افسوده شدن هر جوانی به هواداران مجاهدین، یک زنگ خطر و ناقوس مرگ برای رژیمه. بنابراین آخوندها الان برای انتقال فشار به مجاهدین و در وارد آوردن فشار به خانواده ها به دو روش عمل می کنن. یکی ایجاد جنگ روانی، یعنی همین ارسال نامه های دیکته شده به صلیب و حامیان مقاومت در خارج کشور و امثال هم. دوم، فشار جدیتر، یعنی دستگیری و انواع محدودیت ها و محرومیت های اجتماعی. اگر اجازه بدین این شماره از برنامه پرونده رو میخوایم با این مقدماتی هم که مطرح کردیم به بررسی روش دوم مورد اشاره خانم گیتا احمدخان بگی اختصاص بدیم، به ویژه که خود سردمداران رژیم هم به نحوی به این گونه اقدامات، یعنی دستگیری و شکنجه خانواده ها، اعتراف کردند. روزنامه جوان، ارگان سپاه پاسداران رژیم آخوندی، 8 مرداد 86. یکی از اعضای بریده از گروهک منافقین دست به افشاگری درباره توطئه جدید سران گروهک علیه خانواده های هواداران خود در اردوگاه اشرف در بغداد زده و گفته سازمان همیشه سعی کرده جمهوری اسلامی را به سمت خشونت هل بدهد و در تازه ترین شگرد اعضای خود را وادار می کند از طریق تماس با خانواده هایشان زمینه زندانی شدن آنها را فراهم کنند تا خوراک تبلیغاتی مناسب برای منافقین در سطح بین المللی ایجاد شود. خانواده هایی که هوشیارانه وارد این بازی نشوند مورد اخاذی قرار می گیرند. گزارشاتی که ملاحظه کردید در هر کدام نکاتی از سایت ها و ارگان های سرکوب رژیم اومده که یک تناقضی رو نشون میده. اگرچه تناقض در دستگاه رژیم چیز عجیب و غریبی نیست، ولی سوال اینه که بالاخره مجاهدین از تماس خانواده ها با فرزندان و بستگانشون در اشرف جلوگیری میکنن یا به اونها فشار میارن که تماس بگیرن تا زمینه دستگیری خانواده ها رو فراهم کنن. تناقض فقط در این موضوع نیست. ریشه این تناقض و بسیاری از تناقض‌های دیگه در سرتاپ‌های رژیم به ویژه وقتی به مجاهدین و مقاومت میرسه. حتما بارها شنیدین که وزارت اطلاعات و سران رژیم مدعی شدن که مجاهدین از بین رفتن. ولی در همون حال سوزش و آه و ناله و شکوه سر میدن و به کشورهای اروپایی و آمریکایی خودشون رو آویزان میکنن که لطفاً مجاهدین و مقاومت ایران رو محدود کنین. چرا اجازه فعالیت به اونها میدین؟ بالاخره کدوم رو باور کنیم؟ نابود شدن و تمام شدن مجاهدین رو یا این همه ترس و وحشت از مجاهدین و مقاومت ایران رو؟ در مورد این دعاوی که اینجا اشاره کردین، چند تناقض آشکار همونطور که گفتین هست که اگه بخوام مختصر اشاره کنم، خبر منتسب به یکی از ماموران گمنام تحت عنوان عضو سابق مجاهدین که در روز 8 مرداد در ارگان پاسداران رژیم، یعنی همون ورق پاره موسوم به جوان
منعکس شده. اون هم این مطلبی که مجاهدین اشرف با خانواده هاشون تماس میگیرن تا اونها رو دم برق دستگاه های سرکوب بدن و باعث دستگیریشون بشن. تناقض اینه که اطلاعات آخوندی برای اینکه علیه مجاهدین دروغ پردازی کنه و اونجوری که به سر قربانی آورده به خودش نسبت بده، مجبور شده در این خبر به دو اعتراف مهم تن بده که به نظر من به خوبی گویای ترفندهای کثیفش علیه مقاومت ایرانه. اما حالا این دو اعتراف چیه؟ یکی اعتراف به این که مجاهدین با خانواده هاشون ارتباط دارن که این دقیقاً عکس دعاوی قبلی اونهاست. دوم اعتراف به این که نفس ارتباط با خانواده ها باعث دستگیری و زندان اونها توسط اطلاعات آخوندی میشه و این چیزیه که تا به حال ساکنان اشرف بارها اون رو تشریح کردن. هم در برنامه های قبلی پرونده شاهدش بودیم و هم در همین برنامه دیدیم که توضیح دادن. این جنبه ای از تناقض بود که خانم گیتا احمد خان بگی در درون همین خبر نشون دادن. حالا اجازه بدید با هم گزارشی رو ببینیم که باز هم از دعاوی رژیم از منابع اطلاعات آخوندیه، ولی سرتاپا با اون چی که در ارگان پاسداران و سایت اطلاعات دیدیم متناقضه. این هم جنبه دیگری از تناقض‌های ناگزیر آخوندها در رودررویی با مجاهدین و مقاومت. خانم روبو، کمیته بین المللی صلیب سرخ، اداره خاورمیانه. مایلیم توجه نیک شما را به موضوع نسبتاً حیاتی در خصوص اعضای سازمان مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف در عراق و خانواده های نگران آنان در ایران جلب نماییم. ساکنان قرارگاه اشرف هیچ ارتباطی با دنیای واقعی حتی با بستگان و دوستان قدیم خود ندارند. برخی از این خانواده ها عزیزان خود را نزدیک به 20 سال است که ندیدند. سازمان مجاهدین خلق تحت حمایت نیروهای ایالات متحده که از قرارگاه اشرف حفاظت می کنند، از دادن چنین حقی علارغم کوشش های دولت عراق خودداری کرده است. در تاریخ 28 مهر ماه امسال، سایت های پوششی آخوند اژه‌ای در خارج کشور خبر دیدار دو تن از مأموران و مزدوران وزارت اطلاعات با یکی از مقامات صلیب سرخ در ژنو را منعکس نمودند. با این گزارش که ملاحظه کردیم، کار من در تشریح تناقض ها ساده شد. این دو ادعانامه مضحک مأموران اطلاعات که در سایت های آخوندی هم منعکس شده، معنیش اینه که خانواده ها 20 سال با فرزندانشون در اشرف دیدار نکردند و حتی یک تماس هم نداشتن، در حالی که ارگان پاسداران خبر از دستگیری خانواده ها به علت اینکه مجاهدین در پی دیدارها و تماس‌های متعدد اونها رو دم برق دستگاه‌های سرکوب میدن داده. بالاخره کدوم رو باور کنیم؟ میگن آدم دروغگو فراموشکار میشه، ولی ما اضافه میکنیم، تصحیح میکنیم که دروغگویان حرفه‌ای در اطلاعات آخوندی به قدر کافی وقی هستند که برای دروغ پردازی و جنگ روانی تن به تناقض‌هایی به این شکل فاحش بدن و به روی خودشون هم نیارن. اما این مثل سر در برف کردن کبک به قدر کافی احمقانه هم هست و جز تراکم هرچه بیشتر تنفر و خشم در درون جامعه حاصل دیگه‌ای برای آخوندهای مستأصل نداره. ولی همونطور که خانم گیتا احمد خان بیگی هم گفتن، بیچارگی و استیصال آخوندها از این ناشی شده که میخوان دروغ رو به کسانی نسبت بدن که نفس حضور و پایداریشون در اشرف دنیایی رو به ایستادن در مقابل آخوندها برانگیخته و باطل و سحر همه توطئه‌ها و دروغ پردازی ها شده. پدرم تو نزدیکی خونمون وقتی که برای خرید رفته بود، 4 تا از مأمورین وزارت اطلاعات ریختن و وحشیانه اونو دستگیر کردن. با همون وضعیت اونو بردن خونه و زدن وسایل خونه رو، همه رو شکوندن و خیلی از وسایل رو با خودشون دزدیدن و غارت کردن و بردن. من جمله آلبوم‌های عکس خانوادگیمون،
کامپیوتر شخصی خانوادمونو با خودشون بردن و حتی میزان پولی که توی خونه داشتیم و یک سری چک‌های بانکی داشتیم همه اینا رو دزدیدن و با خودشون بردن. قبل از اینکه من به مجاهدین بپیوندم بارها هم خودم و هم خانواده‌ام تحت فشار رژیم قرار گرفته بودین. آخرین بار وقتی که تو سال 81 رژیم منو احضار کرد تو شعبه مورد بازجویی قرار گرفته بودن که اون شعبه زندانیان عادی و مردان قاچاقچی و معتاد بود. دخترم هم تو همون شعبه احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفته بود در حالی که اون موقع بیشتر از 14 سال سن بیشتر نداشت. تو اونجا خودم توسط یک شکنجهگری که خودش رو حسنسی و معرفی میکرد مورد بازجویی قرار گرفتم و من رو تهدید کرد که اگه اطلاعاتی که میخواد در اختیارش قرار ندم و باشون همکاری نکنن دخترم رو به بند زندانیان زنان عادی میبره و همونجا میگفت که خودت هم میدونی که تو اونجا چه بلایی سرش میاد. وقتی خواهر و برادرم برای دیدن من و خواهرم به اشرف اومده بودن هنگام برگشت وزارت اطلاعات اونا رو دستگیر میکنه و مورد بازجویی قرار میده. بعدش هم میرزه به خونهشون و تمام وسایل اونا رو غارت میکنه و با خودش میبره و اونا رو تهدید میکنه که دیگه حق رفتن به اشرف ندارن. ماموران بعد از دستگیری دخترم رو به بند 209 زندان اوین منتقل کردن و پسرم رو همونجا مورد تهدید قرار دادن که اگه موضوع دستگیری معصوم علنی بشه اون با همسرش رو دستگیر میکنن. در آبان ماه سال 85 بود که خانواده‌ام به اشرف اومدم و اینجا مهمان من و سازمان بودن. بعد از برگشتشون به ایران اونا وزارت اطلاعات خانواده‌ام رو دستگیر کرد به جرم اینکه اومده بودن من رو ببینم و تمامی خونه رو مورد بازرسی قرار داد و پاسپورتشون رو توقیف کرد به خاطر اینکه دیگه چی نتونن بیان دوباره ملاقات من. یادم این که سال 81 هم یک بار دیگه برادرم رو وزارت اطلاعات دستگیر کرد و این بارم جرمش این بود که میخواست با خانوادش در اشرف ارتباط برقرار کنه. میبینین که چقدر این رژیم دجال و فریبکاری که از این طرف دایه مهربون‌تر از مادر میشه انگار که گویا مجاهدین با خانوادهشون ارتباط ندارن و یا کسی مانع ارتباط اونها میشه. رژیم اگه یه روز سرکوب و اعدام کنار بذاره میبینه که خانواده ها با مجاهدین و مجاهدین با مردم به هم میپیوندن و دودمان این آخوندهای جنایتکار رو به هم میریزن و اونا رو به زباله‌دان تاریخ میفرستن. تا قبل از دستگیری خانواده‌ام اونا سه بار اومدن به اشرف برای دیدن من ولی وزارت بدنام اطلاعات آخوندی با دستگیری اونها مانع برقراری این ارتباط شد و از این ارتباط وحشت داشت. رژیم مدعیه که مجاهدین مانع برقراری ارتباطشون با خانواده هاشون هستن. از همون روز اول 30 خرداد شما از برقراری ارتباط ما با خانواده هامون وحشت داشتید. از همون روز اول مانع برقراری این ارتباط بودید. چرا که خودتون به خوبی میدونستید که این ارتباط چه بلایی به سر شما میاره. خب اگر شما راست میگید خب یک روز شکنجه نکنید، یک روز کشتار نکنید، یک روز دست به این جنایت ها نزنید تا بعد ببینید مردممون چه بلایی به سر شما میارن، تا بعد ببینید چطوری مردممون دودمان پلید شما آخونده رو در هم میریزن. گرچه با این شهادت ها همه چیز روشنه و رسوایی اتودینامیک آخوندها در دروغ پردازی هاشون هم با تشریح اون تناقضگویی ها آشکار شده، برای اینکه همه جوانب رو بررسی کرده باشیم خب یک معاند میتونه بگه که علت قطع ارتباط خانواده ها شاید اینه که اونها نمیرن برای رفتن به اشرف از اطلاعات اجازه بگیرن. اگر اجازه بخوان اجازه داده میشه که برن. این سوال رو به مصداق فرض محال که محال نیست با خانم گیتا احمد خان بگی در میان گذاشتیم. البته طبیعیه که هیچ خانواده‌ای به اطلاعات آخوندی مراجعه نمی‌کنه که چنین اجازه‌ای بگیره، چون نفس مراجعه و چنین خواسته‌ای از نظر آخوندها جرم و خطرناکه و طبعاً عواقب خودش
خودش رو هم به دنبال داره. اما این سوال از طرف تعدادی از شرکت کنندگان در کنفرانس های روزانه سخنگوی وزارت خارجه آخوندها مطرح شده و جوابش خیلی گویاست. اجازه بدید من اینجا اشاره کنم. در یکی از این کنفرانس ها سوال میشه آیا برای خانواده های مجاهدین خلق هم امکاناتی برای دیدار با فرزندانشان در عراق فراهم شده؟ سخنگوی وزارت خارجه رژیم پاسخ میده خانواده های منافقین اخیراً درخواستی داشتند برای اینکه با اعضای خانواده های خودشان که عضو این گروه هک هستند بتوانند دیدار کنند. جمهوری اسلامی ایران کلیه اعضای این گروه هک رو که مرتکب ظلم و جنایت نشده باشند مورد عفو خودش قرار داده و از طرف دیگر دولت عراق دو مصوبه گذرانده است که اعضای این گروه هک باید از عراق اخراج شوند. ضمن اینکه خانواده های آنها نیست پیگیر هستند که اینها برگردند. الان بهانه‌ای برای باقی ماندن اعضای این گروهک در خاک عراق وجود نداره و کسانی از اونها که جرمی مرتکب نشده اند از این فرصت برخوردار هستند که به ایران بازگردند. تلویزیون العالم 10 تیر ماه همین امسال این موضوع رو انعکاس داده. جواب رو ملاحظه کردین؟ سخنگوی وزارت خارجه آخوندها در پاسخ به درخواست خانواده ها، البته همه می دونیم که این درخواست ادعای خودشه، میگه دیدار و این چیزها در کار نیست، فقط استرداد یا توبه و ندامت می تونه شرایط رو برای دیدار خانواده ها با مجاهدین فراهم کنه. به عنوان آخرین سوال از خانم گیتا احمدخان بیگی پرسیدیم حالا چرا رژیم از ارتباط خانواده ها با فرزندانشون یا بستگانشون که در اشرف مستقر هستن اینقدر میترسه؟ موضوع رو چرا امنیتی تلقی میکنه و تعقیب و بازجویی و هزار اقدام جنایتکارانه دیگه رو به سر خانواده ها میاره؟ مگه یک دیدار یا تماس چه ضرری به این رژیم میرسونه؟ به طور خلاصه باید جواب رو در وضعیت بقایت ضعیف رژیم و پتانسیل انفجاری جامعه جستجو کنیم. ولی اگه بخوام کمی تفکیک شده تر بگم، اولا پتانسیل انفجاری جامعه به این معنیه که جامعه ما به خصوص نسل جوان به دنبال تغییره، به دنبال نوخواهیه. برای همین هم بعد از 3 دهه جنایت و کشتار و فقر و فلاکت اقتصادی از خشم و تنفر نسبت به آخوندها پر و لبریزه. مردم منتظر کوچکترین فرصت یا شکافی هستند تا علیه این آخوندها فریاد بزنند، درگیر بشن و در نهایت با فراهم شدن شرایط کافی منفجر بشن. شعار مرگ بر دیکتاتور دانشجویان این واقعیت رو به تمام دنیا اعلام کرد و روزانه هم در تظاهرات و خیزش های اخشار مختلف مردم به خصوص دانشجویان دلیرمون نشون میده. ثانیاً استقبال اجتماعی از مجاهدین، یعنی نسل جوان ما برای محقق کردن این تغییر چشم به نیرویی داره که هم آزمایش پس داده و هم همین الان پرچم ایستادگی و مقاومت رو به رغم شرایط سهمگین 5 ساله گذشته در اشرف برافراشته نگه داشته و ذره ای از سرنگونی رژیم کوتاه نیومده و نمود درخشانی از پایداری و پیروزی رو در پیش چشم ملت قرار داده. این وضعیت یعنی پتانسیل بسا انفجاری جامعه در شرایط چرخش سیاست جهانی و در لیس رفتن پاسداران و بسیاری از ارگانهای رژیم از یک طرف و حضور سرشار و شاداب و قدرتمند مقاومت سراسری هیچ معنایی جز عمق دره سرنگونی و گور تاریخی برای رژیم نداره. معلومه که وقتی اینها در کنار هم قرار میگیره رژیم وحشت میکنه. وحشت سرنگونی. بینندگان عزیز برنامه پرونده به پایان وقتمون رسیدیم. از شما خداحافظی میکنم ولی یک بار دیگه اجازه بدید یادآوری کنم که
ایمیل ما هست پرونده@irantv.com. منتظر نامه ها، نظرات و پیشنهادات شما هستیم. تا هفته آینده و برنامه دیگر از پرونده، خدا نگهدار.